خب بریم سراغ دستور کنترل فلنج برای استفاده از این دستور تنها چیزی که شما نیاز دارید یک سکچی هستش که شکل فلنج شما رو توصیف میکنه برای استفاده از اون روش کلیک میکنید اون سکچ رو به عنوان پروفایل انتخاب میکنید و بعد اتوماتیک میره روی این لبه شما میتونید بگید که یه دونه انتخاب که من میگم انتخاب کن یا به صورت زنجیروار من که کلیک میکنم کلش رو دور تا دورش رو انتخاب کن وقتی که روی این زنجیر بار انتخاب میکنید آرای لوپی میکنه این تایپ خاموش میشه این فقط در صورتی روشن هستش که شما یه دونه انتخاب کنید و اینجا میتونید شوهای خمشتون رو انتخاب بکنید دوباره اینجا به آلمانی هستش ولی وقتی رو شما انگلیسیه و اینجا اگر شکلتون به صورت درجه نبود و یک شپ خاصی داشت میتونید این رو بگید که صاف از اونجا شروع به سمت بالا برو یا اینکه طبق اون شیپ ادامه بده و اگر طول بالای پایینش با هم یه فرق میکنه از این میتونید استفاده بکنید ولی اینجا مثلا ما و فرق نمیکنه رو کدومش بذارید اگه توجه کرده باشید بعد از اینکه من سلکت کردم اینا رو روی هر کدوم از این لبه ها اینجا اه به من این امکان رو میده که این کورنر سیم ها رو به زدیواری بزنم این انتخاب میکنم و این دفعه روی سینگل میبینید که دونه دونه باید این انتخاب بکنم و میتونم هر کدوم از این لبه ها رو به صورت جداگونه بندشون رو و اه... کورنر سیمشون رو با کلیک روشون تغییر بدم و مثلا بگم جاستم کورنر سیم نمیخوام و این پایین هم این شکلی باشه توی بعدی مثلا میخوام و ولی گپش رو میخوام که کمتر باشه و کورنرش هم اصلا نزن چیزی برا. اوکی و وقتی که اپلای میکنم میبینید که الان این دوتا هم دیگه فرم میکنم اینجا کورنر سیم نداریم پایینش کرده اینجا فاصله شون خیلی کم و پایینش هم برامون ترخواست ایجاد نکرده این بخش بند و کورنر هم که خب توی بخش خودشون توضیح دادیم آنفول آپشن هم که قبلا گفتیم برای استفاده از این دستور نیازی نیست حتما شما یک شیت متالی داشته باشید و چیزش اضافه کنید میتونید خیلی ساده یه فرم که میخواید داشته باشید روی کنترل فلنش کلیک بکنید و خودش اتوماتیک اون پروفایل انتخاب کرد و اینو برامون رسم کرد باز اینجا فرقی نمیکنه توی این ولی اینجا آپشن جدیدی که با میده اینه که میتونیم اینجا اون اندازهمون رو وارد کنیم مثلا این 100 میلی متر این رو برام بکش و بعد اوکی ببینید این رو خیلی ساده و آسون اون چیزی که با بعد با دستور فلنج و فیس درست میکردیم و با از یه دستور اینجا ایجاد کردیم خب اینم دستور کنترل فلنج شاد و خندوم باشید